بله بله. بیان تو. یه لحظه. بفرمایین. وای چه عروس خانومی. عروس چقدر قشنگه. ایشالا مبارکم باد. به خود تو لوس نکن ببینم. ببین من همه کارامو کردم آماده شدم، اما تو چی موی بلند روی سیاه ناخونه دراز؟ منم همه کارامو کردم. دست گل منو سفارش دادی، منوی رستورانو دیدی، لباسو دام، همه اینا رو سپردم به لوبت. واسه اونم قد یه ورد خوندن طول میکشه. پشت. پس مواظب باش به یه ورد خوندن جای تو دومات نشه. کلش میکنم میذارم رو سینه‌اش. وای چقدر خشن. حالا کجاست؟ صاحب صداش کن. لوبت بابا مسخره کردین ما رو. بس دیگه این بازیگرتون هم که هیچ وقت نیست. چند دفعه ما باید منترین بشین؟ چه وضعی آقای نادری دیگه بابا. چی شده عشقم؟ آقا من این برداشتم واقعا بازیمو دوست داشتم، نمیتونم دوباره. نخندین بچه ها، گرم اعصابم. گرمه تو بابا؟ این لعبت کدوم گلی رفته؟ رشید لعبت کجا رفته؟ آقا لعبت در رفته، خودش نی، لباساش هست. برین از گوشش بگیرین بیارینش. چشم آقا الان میری. بای دست اینجا. چرا وایسادی؟ شما برو دنبالش، من سویچو برمیدارم با ماشین میام دنبالش. گوششه لوبر ای مگه من دو تا لوبر برو بابا اصلا. ای بابا مگه آقا ما منتر شماییم. ستاره هاش با دستمزد 50 میلیونی دارن اینجا واسه خودتون علاف میگردن. ببخشید جسارت به شما نباشه. نه خواهش میکنم شما راحت باشید. دیگه خود دانید. زود خبر بدین که منم بدون چه خاکی باید. نه بابا این کارگردان موته میگه موبایل دستت نباشه. نه 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 نگران نباش خدافه. چی شد؟ دوستم هم نمیتونه بره، بچه همون پشت در را. خب چرا یه کلید نمیدیم به این پریا که پشت در نمونه؟ بابا گیجه مثل پیمان. تو با پیمان کار کردی میدونی گیجن هر دوتاشون. خب کاری که سر با من میکنه شما باش بکنی، یه کلید بندازین تو گردنش. عاشق زنتم خیلی با من. ما هم که تو این لوکیشن اصلا کار نمی‌کنیم. از صبح تا شب فقط چای می‌خوریم میریم دستشویی. خب برای چی میاری خانم؟ برو اون کت قهوه‌ای رو بکن تن رامبو. چرا عروسک‌ها رو لحت و پار می‌کنی؟ حیف این عروسک‌ها که دست شماست. آقا اجازه مگه عروسک‌ها مادمه؟ مگه برات آواز نمی‌خونه؟ مگه باهات حرف نمی‌زنه؟ چوری چشش رو میگه برات نمیرقصه. آقای مدیر میخوان تشریف ببرن، گفتن بقیه تمرین رو بذاریم برای اول تیر. یاد باشه از سر تشکر کنی یا خیلی لطف کرد رفت پریا رو برداشت. بابا فرش میکنم چه حرفی تو پیداش نکنی؟ عینک مهم نیست، فدای سره. ما فوقش تا دو سه ساعت. ببین نادر جون، ما فوقش تا دو سه ساعت بتونیم با حرف اینا رو خلق کنیم، نگرشون داریم دیگه. بیشتر از این تو توانمون نیست. ای بابا من دیگه نمیمونم. آقای نادری با اجازتون من دیگه رفتنیم. خدافظ. هممون رفتنی هست. ایشالله اولش من که سرنوشت یه گروه رو دادم دست یه کله کدو. ای خدا منو بکش. از خانه ی سینما تا قطعه هنرمندان منو تشریح کنن که همچی روز رو دیگه دمید. خدا نکنه. تاجو لطفا بدین من الان گروه صحنه میکشم. امیر بریم. خدافظ. 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 آقا مدرسه آخر خرداد تعطیله. بچه شما چیزی این ورا ندیدین؟ یه چیزی؟ چه چیزی؟ چه شکلیه؟ یه آدم عجیب، یه عروسک فراری. بالاخره آدم یا عروسک؟ چه جوری بگم؟ یکی از ما بهترون. چیه؟ شاخ داره؟ دم داره؟ جنه؟ روحه؟ چه شکلیه خب؟ ندیدیش؟ ای نکم آورد. چجوری ببینم؟ آریا! آریا ملکم بازی رو! آریا من دینمه! الان میام. مطمئنم همینجاست. خودم دیدم رفت تو پارک. اون وقت میگم دیدیش میگه ای نکم آورده، چجوری ببینمش؟ آریا مسخره بازی در نیا، بیا بیرون دیرمه. یه چیزی اینجاست گیر کردم. آریا لوس نشو بیا بیرون. آقا برو کنار میخوام رد شم. من
من زودتر اومدم. مگه نوبتیه؟ صدای کیه؟ یا آقا اینجا باشه، من میکنم اومدم. بابا بگه دیگه دیگه اون چقدر چوره این چورچوره. سلام بچه ها، سرسر بازی اساسا؟ چی شده؟ گوش کن اینجا چه خبره؟ بابا کنی، سرسر بازی خوبه؟ به کجا میتونه چیش بودن؟ چرا از من میترسی؟ من لعبتم، بیاید با هم دوست باشیم شخصا. همون عروسه فراری هست. بابا داری میاد، اگه بگیرنم بدبخت میشم عمده، من گناه دارم. چه خبره اونجا؟ لومه اینجا باشو باشو دوستو بنرسونی؟ داشتیم بازی میکردیم. آره داشتیم بازی میکردیم. باز که شمایی؟ شما هم که باز شمایی. راستی من عرضه که برایتون رو پیدا کردین؟ بریم خونه تو، بریم پی کارتون ببینم. اگه میخوای کمکت کنیم باید سیر تا پیاز و ماجرا رو بگیر. خب از چیش بگم؟ از خوشگلیش بگم؟ از خانومیش؟ از مهربونیش؟ لهجهش؟ دستپختش؟ بازیگریش؟ درست؟ آبا کیو میگی؟ چی میگه؟ ما توی هیچی نفهمیدیم. آقا لوبت از اولشو بگو. از اول اولش؟ بیا جلو. واسه چی؟ بیا اولش اینجوری شد. بیدار شو، بیدار شو. هاشو، هاشو، من تا بالا عروسک نساخته بودم که بعد از اینه درست بشه این همه بخوابه. پاشو، زنده شو، بیدار شو. هم بازیه تو فیلمت آمده، پاشو. نگاش بکن. دلبر خانم بیا ببینش. سلام آقا لوجه، ابا دنیای زیبای عروسکی خوش آمدین. چرا باز رفت؟ اون فیلمی که بازی میکردم یه عالمه بازیگرای معروف داشت، همه تون هم دلبر خانومو میشناختن عمدتن. دلبر خانوم خدافظ. خدافظ دلبر خانوم جون. سلام سر چی جان قربان. کم کم فهمیدم همه این مردا زن دارن، بچه دارن، نوه دارن. گفتم منم زن بگیرم. به قول تایید کنندمون مورد مناسبم که پیدا شده بود. این دلبر خانم ما بازیگری مرتب، منظم، دلسوز، خوش برخورد، خوش صحبت. ببین در نهایت بهت بگم مورد کاملا مناسبی. ببین مورد مناسبی یعنی چی؟ اصلا باش کار نداری. مورد مناسبی یعنی چی؟ ببین منو اوخی، ببین منو مورد مناسبی یعنی چی؟ به من بگو، نگاه کن به من. مورد مناسبی یعنی چی آخی؟ به من بگو آخی. اچاشن خب اینا چرا توی فراکردن از سر فیلم برداری داره؟ معلومه دیگه، قبل از اینکه بتونم ازش خواستگاری کنم رفت رش سر یه کار دیگه. برای رای محترم، خدا نگه دارم، خدا. فقط حیف که نشد آقا لوبت بدینم. خیلی سلامش برسانی نه، خدا نگه دار. شکرم قربان، بفرمایین، بفرمایین، خدا نگه دار. شما درد نکنه برادر. منم گفتم تا دلبر خانمو برنگردونن سر کار یه سکانسم بازی نمی کنم. سکانس دیگه چیه؟ نمیدونم، یه چیزی که سر فیلم برداری هی میگن. چی میگی تو؟ آریا یه دقیقه بیا. شعر میگی؟ کجا؟ این درد سرا میگم ببریمش تبلیش بدیم به اون دوتا مردا. جونه تو خیلی نامردیه، ببرنش باز فرار میکنه میفته گیره که نامردتر از ما، یعنی تو اون وقتی همی... سلام عمو. سلام. سلام. روز نامزدی خواهرت هم همه باید آواره کوچه و خیام دنبال تو باشن. بریم عمو جون، بریم، دیره، بریم. نامرد کجا میری؟ منو چیکارش کنم؟ کجا ببرمش؟ ببرش خونه. نمیدونی میخوام برم مسافرت؟ آها زنگ بزن به جفاهات ببرینش مدرسه. امیر اومدم. امو اومدم. بیا دیگه. منم فردا صبح میام.
جوادو نمیشناسی؟ نمیذاره ببریمش مدرسه. من نمیدونم، یه کاریش کن. من که سواد ندارم مدرسه رو میدم. من که نمیتونم یه مدرسه رو با این همه دم و دستگاه بسپرم دست یه دانش آموز. اگه کوچکترین اتفاقی بیا ببین چه گرفتاری شدم من اول تعطیلات. چی شد آقا؟ دلم خوش بود امام رضا ما رو طلبیده، حالا میبینم جعفر آقا میخواد بره مرخصی. به نظر من شما خیلی زیادی از حد نگرانی. این آقا جواد ما خیلی بچه خفنی. چی؟ بچه خفه‌ایه؟ نه نه، یعنی بچه بسیار با عرضه‌ایه. اگه قول بده همکاری بکنه منم هر روز به مدرسه. پس شما مسئولیتش رو بپذیر، منم میرم بعد یک سال به زن بچه برسم. حتف خانم منه، بگو اومد. بله. الو؟ جواد با تو کار داره. بفرما، هنوشی نشده شروع شد. بله بله، شما بفهمید من درستش. الو جواد، جواد کوفت کاری. زنگ میزنی مدرسه بگی چند منه؟ یه مورد اورژانسی داریم. اون عرشتکی بود که مرد دنبالش میگشتن. بدبخت اینجاست. آب دستته بذار زمین بیا. آقا سفر بی خطر. خب. جانم. دیگه سفارش نمی کنم. بله خواهش. مثل چشمات مراقب باش. چشم چشم. بفرمایید شما. خداحافظ. خداحافظ. علاقا چیزی جا گذاشتی؟ اومدم بگم من این بچه ها رو میشناسم بعد 30 سال خدمت. قافلشی کلات پس مرک هست. شما خیال تخت آقا مجبور. برو مشهد، صفا سیتی، سرن. التماس دا. آریا! کجایی تو؟ چرا مدی؟ گیر افتادم، خوب هست. اونا هم بالاست. یو قمر بنیاشی، اینه؟ آره، اینم استثناء هست. یو نپره گازان بگیره آری بگیری. مگه سگه جواد دیوه بده؟ دیو نیستم، من گنجش که بالای درختم. چیک 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 چوت چوت. تازه دندونم ندارم اقلا. جواد جون دستم به دامنت. الان حتما با بزرگم مده که بریم شما. اینو چیکارش کنی؟ سب کن. بزرگ لوبه. همین جایی نیلکه رو پیدا کردم اخیراً. پس بیای برگردی کجا؟ ببیننش کنش تمومه برش اگه بریم کجا؟ ببیننش هم دیگه باش کنی نره. خب کجاست؟ جواد میگم اینجا کجاست؟ خونه گمینیه، همون کلاس سومیه. خونه گمینی سومی. ایشو ایشو نزن. بله شما؟ امیر حسین توی؟ آره خودم. شما؟ جوادم سومه سرایی. خونه سومه سرایی. اوش نزم بهت گفتم. یه دقیقه رو بزن. اوش جواد جان. آقا جواد. جواد جان شما نه یا بایی سمجور پیشه ماشین چشاتم باز کن. این اصلا مادر جون یه وقت دامنتون گیر نکنه زیر پاد لوبت خانوم. میخوایی منو کجا ببری مادر؟ حالا بزن اینجا بریم یه فکری بکنیم. ببخشید شما یه عروسک فراری ندیدین؟ یه دیو. دیو چیه؟ خجالت بگش ما این سن و سالت عروسک بازی میکنی؟ دیره بریم اینجاش که به خیر گذاشت. حالا کجا ببریمش؟ مدرسه دیگه. باشه ببینم تو که مدرسه را اکلت بیرون کن، هیچ رقمه را نداره. جواد جون، مدرسه نبریمش کجا ببریش پس؟ یک دو سه آزمایش میکنی، یک دو سه آزمایش. آقا جواد. آقا جواد، من تعریف میکنم. آریا بدبخت شدم. آقا جواد، خودتون نشون بده. مجبورم نکن با آقای من باید برم، اصلا از اولش هم نباید میومدم. نامردی نکن، تو بری من چیکار کنم؟ این بدبخت چیکار کنم؟ نه الان از جفتتون بدبخت دارم، هر کار میخوایم بکنیم. جواد جان نرو، جواد نرو. جواد 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 جان یه دفتر کار داریم. آقا جواد جواد جان یه کار فوری بود. Thank you.
آدو آجا تکرار نشه من دارم میرم. آدو 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 نگیری میگیرنه نگیری میگیرنه. ببین کی؟ آقا کسی نیست خب لابد آشغالی دیگه. برو در باز کن وقتی میگم بگو چشم بفرمایید. چشم نامرد در و وانه می کنه. مگه می تونم؟ چرا قفل می کن؟ باز کن در و جواد. آقا الان با می کنی. مشتاق تو بالا چی کار می کنی؟ چشم آقا ولی بایا باز کن در رو. باز کن دیگه. اومدن دنبال بدبخت شدیم درست؟ این چه افتضاحیه. تو اینجوری با آقای مدیر قول دادی جواد؟ آقا سلام آقا اومدن بدبخت شدیم. چرا لالمونی گرفتیم؟ پیرزن رو برشون اونجا ببریدشون بیرون دیگه. بفرمایید بگه مادر اینجا مرسی پسران هست الانم تعطیله. بچه ها این مادر ما رو راهنمایی کنید بیرون. کجا میای شما؟ برای چی میای اینجا؟ برو بیرون نکن. دست از مادر من. نزدیک نیا. این پیرزن رو ببر بیرون. بفرمایید بیرون مادر. بفرمایید. من که پیرزن نیستم. چی؟ نگاه در نه روز سر که من الوسکم بدبختم بجینم دست اونا بدبخترم میشم جسارتم تو آقا ما که گفتیم عروسکی خیلی خوب عروسکی یا پیرزن نباید میابردنش اینجا. چرا وایسادی؟ هیچی بابا پیداش کردیم اینجاست دیگه. آقا خودشونه. کیا؟ بدبخت شدم. جان داداش این دو مال ماست آقا. بفهمید دومت یه عروسک هم بهش وصل بود. به چی وصل؟ این عینک هم مال ماست. این هم عینکه. ای بابا بفهمید تو اگه دوست دارید مدرسه رو یه بازی بفهمید. آقا اجازه ما بریم. الان دارن در به در دنبالمون میگردن. همه رو انداختی تو عجل اون وقت میخوای بری؟ پس بعد چیکارش میکردم بیچاره رو؟ خیلی خوب شروع نکنید کاری که شده. بله شما میتونید برید. بفرمایید شما هم آقا رو راهنمایی کنید بالا. خداحافظ. خداحافظ. برید این لباس قشنگرم از تنتون در بیارید لطفا. زنونه بهم نمیاد مخصوصا. سلام. سلام کجای پستون؟ من با آقا زو یه ساعته که رسیدیم لباس نیابت هم گذاشیم تو ماشین. با آقا تم گفت اگه بیاد پوست از سرت میکن. مگه بابا بزرگیش مرده که میخواد پوست از سرش بکنه؟ سلام بابا بزرگ. سلام عزیزم. آقا یه جوری جمع جورش کن. گفتی 35 روزه این کارو تموم میکنی. امروز جلسه 43. حرف زور میزنی آقا جون. اگه یک کسی مثل رامبو جای این عروسک لعبت آورده بودی ما الان 5 دفعه کارو تموم کرده بودیم. آقا از زور تالا رفتن این واسه منو بردن. این چی کارش کنم؟ یافتم. بگو یکی دیگه از روش بسازن. عروسک بازیگر که نیست که نتونیم عوضش کنیم که. مامان تو اتاقم. مامان سلام مادر. چه خبره باز تغییر دکوراسیون دادی؟ مامان این چه بساطیه؟ هیچی مادر من با شما. هیچی مادر
گفتم اگه یه پاشکسته خواست بیاد اینجا خونه مرتب باشه. ولی به نظر من شما با یه پاشکسته قرار مدار دارین. پاشکستن که چیزی نیست مادر، خدا کنه دل نشکن. تو نگی چه خبری، نمیزنم در باز کنم. بابا خبری نیست، خالته. منصورم باشه؟ خب معلومه منصور دخترشه دیگه. منصور دختر. آبرو ریزی نکن. حالا بذار بیان تو. نمیگی من اینجا ما. خیلی خوب. مامان. خیلی خوش آمدی. قدمش رو چه؟ نفترم خوار عزیزم. بفرم. نه شما بفرم. شما بفرم. نه شما بفرم. بفرم. این پای. ایفا خب هرچی اینجوری میکنی. ببخشید. بفرمایید اینو ببینم. قربونت برات که این همه رو خسته شدی، لاغ شدی، بخواهر دمارمون در آمده. به به، ببین کی اینجاست، داماد فراری. علیک سلام. من اگه اینجا باشم که تعجبی نداره، موندم شما چجوری یه و پیداتون شد. هم قرار نبود بیایم که این خواهر رو یه دفعه با هم دیگه قول و قرار گذاشته. خب ما هم با هم قول و قرار می‌ذاریم. اینجوری که نیستیم. بابا تو کدوم تیمه؟ تو تیم ماست. حله دیگه. اصلا خوشش نمیاد بیام تهران، طاقت دوری منو نداره. ولی مامانم میگه اگه 100 تا دخترم داشته باشم همش رو میدم به این علیرضا. خوبا بذار من تو یکی از سرم بابا کنم 99 تا دیگه پیشکشش. ببین اگه این خاله جناب علی نبود. ببخشید خاله جناب علی مادر شماست. خیلی خوب، اگه مامان من نبود منو مرتا تا الان بچه‌مون هم فرستاده بودیم دانشگاه. علیرضا جون قربونت برم. سلام خاله جان. جایی داری میری؟ خوش اومدین. چون نه جایی نمیرفتم، اومدم مخصم یه خدمت شما. یه فداد بیا این عباد کار دارم خاله که خدا میده. ببینیم تو اتاق بود. بفهمش بود. امکان نداره عروسکی که من بسازم در بره. حالا که در رفته یکی دیگه بساز. یکی دیگه بساز. من که خم رنگ رزیه. عروسک هم مثل ما آدم ها یه دونن. بل کنی حرفا رو، اوضاع خطری تر از این حرف هست. یکی دیگه بسا بیش از بلو تمام مدرسه رو برداشتی جای ننم خالی. ننت خوشگله به طور مثال، اگه خوشگل نیست به من بگو آخی. تو چه؟ یکی گفتم اگه زشتی ورد بخونم براش خوشگل بشه، خوشحال بشی، درست؟ آخه تو کی میخوای بفهمی این کارو مال تو فیلمه؟ بیرون فیلم نمیتونی. بیرون فیلم نمیتونی. جب سبزی پلوی. کاش ماهی هم داشت. الو. سلام بابا. آبجی خوبه؟ کاش ماهی هم داشتیم. همه چی هم رامانه. چشمو. خیالتون راحت. بابا دقیق گوشی. ماشش که خراب شدن. بیا بگیریم اینجور. خودت گفتی کاش ماهی هم داشتیم. خورد بخور به اون شکره. آخه دیبا چه با آشپزی. ببینی چقدر خرج رو دستمون گذاشتی؟ میخوایی یه ورد بخونم. لازم نکرده؟ اگه راست میگی برو جواب آقا مدیر و آقا رعوف و بابای بدبخت نمو بده. تلفن. که برای من ریشک رو گذاشته ببری جواد. آقا سلام عرض شد. سلام آقا، اتفاقا الان ذکر خیر شما بود. الو عسکر آقا، لوبتم هزار ماشاءالله. سلام آقا لوبت، خوب کردی زنگ زدی، بدبخت شدی. هر کی عاشق بدبخت عسکر آقا. من اگه میشد میبردمش خونه، ولی من یه خاله دارم که آبش با آدما توی جوب نمیره، چه برسه به دیوا. چاره نیست، امشب باید اینجا بخوابه تا فردا صبح ببینیم چی کاره. یعنی اونم میخوابه؟ اصلا عروسک ها میخوابن؟
نمیدونم، از خودش بپرس. کجا سلام؟ نوبت؟ یعنی چی که میخوان یه عروسک دیگه بسازن؟ بدبخت شدم، دارن یه عروسک دیگه میسازن که جای من تو فیلم بازی کنه. چرا؟ خب معلومه یه عروسک دیگه میسازن، اینجوری که نیستن. یعنی معطلتو نمیمونه. حالا من چی کار کنم؟ باید برگردی سر کارت. بدبخت شدم. الان که دیره، صبح یه فکری به حالت میکنیم. ولی خواهر من هرچی فکر میکنم و میبینم من تو چه شانسی ها بودم. پسر تو آقا نجیب خوب دارن میگن اینا دوباره میدونم باز دارن نقشه میکشن میدونم یه دقیقه بریم بالا بخوام با حرف بزنم بگیر ساده یواش بگیر کمکی بهشون بکنی باباش این فامی براشون میگیره میگم خواهر از قدیم گفتن عقد دختر خاله و پسر خاله رو تو آسمونا بستن واه خواهر چی ده خودت در میاری؟ اون پسرم و دخترم اوه چه فرقی میکنه حالا؟ میخوای من خودم با خاله حرف بزنم؟ نه بابا وقت سکته میکنه خونش میفته گردن تو بیفته بخواد بازی دراره ها باباشو میارم پیش چشمش کی از علیرضا بهتر؟ هم نجیبه هم مهربونه بابا بیچاره خیلی با دل من راه میاد اصلا رو حرف من حرف نمیزنه حالا که هر دوشون اینجا یه چی تو میگی یه چی من میگم دوره هم حلش میکنی چه جوری تو که بیزبونونم سر بزنی من موندم با این مامانی که جنابالی داری پس حالا چجوری میخواین گلیمتون عذاب بکشیم بیرون موندم اینا کجا میخوان زندگی کنم فکر کردیم بریم خونه مهرداد اینا زندگی کنیم خیلی بزرگ نیست ولی اتاقش به ما میرسه گفتم یه اتاق یه طبقه است خواهر آشپزخونه نداره دیگه خب خواهر تو نمیخواد قصه منو بخوری من قصه تو رو نخورم قصه کیو بخورم من تو دار دنیا یه پسرخاله فهمیده دارم که با یه دخترخاله فهمیده تر از خودش هم طرف میده که پس با اجازتون کجا میری خاله؟ میره شیرینی بخره به سلامتی پس برای من خامه ای بگیر همینه اینجاست؟ اینجاست خودشی مجدده خیلی خب تو برو پایین من میرم مردانه باش حرف بزنم بعدش کنم نه یا بالا برو پایین بیرین کنار ببینم بچه ها بیرین کنار به جایی که حرف بزنن دارن آب بازی میکنن اگر فرار کرد دو مرتبه چی؟ آخه سرنوشت این فیلم به این طوله دیو طوله بستگی بله داره بله میدونم به این دیو طوله بستگی داره ولی بله شما این این تلفن داره زنگ میزنه اینو شما یه دقیقه راحت باش لطفاً بگیر هم از هر برو کنار ببینم دارم میافتنه دیو باش نیا بیرون تو برای چی اومدی پایین؟ چی شد آقا رفوف؟ با هیچی دیگه این آقا فرزاد کوتاه نمیاد آخه چی میگه آقا رفوف؟ میگه سرنوشت فیلم یه عروسک بنده من قول دادم باشه اون سرنوشت اون فیلم آخه به من چه؟ بیای لوبت کجا می... لوبت کجا میری آبریز نکشه؟ من بنده خدا باید چی کار کنم ها؟ من دیو بی پدر مادر کسالتم تو چه عروسک سازی هستی که دلت باشه من نمیشوش من بنده خدا باید چیکار کنم تو مگه دلت از سنگه از آجره برو از خدا یاد بگیر که وقتی بنده خدا رو میسازه بلش نمی کنه به همون خدا حتما بیا بیا بریم بیا بریم خیلی محکم زدی یا لوبت رو بیا بینم گریه نکن گریه نکن تو نمیدونی من تحمل دیدن اشک عروسک رو ندارم اوکی بلی عروسک جلو عروسک ساز گریه نمی کنه
آقا فرشاشی حوشن هرچی تو بخواد هرچی تو بگی اصلا از سینما چی میدونی؟ بله بله بازی زیر پوستی میدونی چیه؟ سکانس دکوپاژ میدونی چیه؟ کارگردان فیلمو میشناسی؟ بله میدونم چه کلت چه رو کچله؟ قیافش ببین خدمتتون عرض کنم این آقا لعبت قول داده دیگه مرتب و هر خوش کن بشه من خودم ضمانتشو میکنم یا میدم این آقا رو بیارتش یا تشریف بیارید ببریدش فردا دستتون درد نکنه آقا فرزاد خیلی ممنون پس دیگه این کله کدو رو نمیفرستین جای من تو رو میفرستیم ولش کن بابا حالا این دلبر خانومو چجوری میخواییم پیداش کنیم مگه نگفتین رفته رشت آقا رشت نزدیک لایجانه الو 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 سلام شما من رئوف هستم از مدرسه آریا جون سلام از بنده از قربان ارادت من شماره شما رو از پدر آریا گرفتم. میدونم باعث زحمته ولی اگه واجب نبود مزاحمتون نمی‌شد. چه زحمتی؟ شما یک سال زحمت این بچه‌ها رو می‌کشین؟ بعد شما اینو میگین زحمت؟ نه قربان. ای بابا جواد اون رو بس مگه نگفتن نه تو. اون تو چه خبره آقا جواد؟ خبرهای خوب ولی گفتم بی جنبه ها رو را ندی چشم همین الان دور میزنیم میریم رشت به چیزای خوب فکر کن اتفاقای خوب بیفته بیا بشین غذا تو بخور بیا دیگه بدبخت شدی حالا گم و گور میشم دلبر خانوم من پیدا نمیشه به طور استثنا آقا سلام سلام حال شما خوبه؟ خیلی ممنون من دنبال این دلبر خانم میگردم بازیگره رو میگم ها نمیدونی الان کجا بازی میکنه؟ دنم قربان ولی اجازه نرم شما رو ببینم چرا؟ میدونی یه کار خیلی مهم دارم ها تقریبا مرکز زندگیه فقط به من بگو کجاست من ببینمش آقا از من نشنیده بگی این وانیتیه اشینه مرا کار کنه اگر دنبالش بشی یه راز شما رو برو مکان فیلم رو ببینم اها الهی قربان تو برم من بچه‌ها بمونیم من برم یه صحبتی بکنم. شب از تهران به من زنگ زدن گفتم فرستادم. تقصیر من نیست. بعد از اون یه سر بزن. سلام آقا. سلام. حال شما خوبه؟ قربان شما. من اومدم یه دقیقه این دلبر خانم رو ببینم. دلبر خانم اینجا ما نمی‌شناسیم. اینجا فیلمبرداریه. به منم گفتن کسی راه نده. برادر من این همه راه دور اومدم یه دقیقه می‌خوام این دلبر خانم رو ببینم. قربون شکلت. تو این شهر غریب ما رو نون خوردن ننداز. بچه بیا نهار رو آوردم نهار نهار رو بل کن خودت بیا بازو کار داری آقای بچه ها کجا؟ با دلبر خانم کار داری؟ روزی 2000 نفر اینجا میان از دلبر میخوان امضا بگیرن اینجوری که صحنه ما به هم میریزه بیا 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 بریم حالا دلبر خانم عروسمونه بدمو نکنی میگم تو فیلمتون بازی نکنه عروسمونه چیه بابا بیایم بریم بریم صحنه ما به هم میریزه بیا بیا ایشالله که بر میگرده چه شنه بکشی؟
بشه به چسبتی جن. حالا درست حسابی تعریف کن ببینم برای چی آمدین اینجا. دل اگر عاشقی عاشقی دل. الو بفرمایید. آقا نوبت مشتلق بده. اینکه باید بدم چیز بدی در هر صورت؟ نه نوبت جان، یعنی که پیداش کردیم. الان هم میخواد با شما صحبت کنه. میخواد با من صحبت کنه؟ نه پس میخواد با من حرف بزنه. باش حرف بزن. نمیتونم دلبر خانومه. بده با من گوشی ره. بده. الو سلام بیمرف جان، تو که با من بدبخت شدم دلبر خانومه. زشت نگو. زشت نیست، خیلی هم خوشگله نسبتم. کارت ها زشته. باشه. الو الو دلبر. الو عرض ارادت دارن دلبر خانم، ببخشید این آقا لوبت ما یه کمی خجالتیه، شما ببخشید. مسملی نکن مادر، الان که سر صحنم فکرم رو بکنم شب که برگشتم خانه تو رو ببین نقره او مر خستگار فراوانه، از همه رقم چاق بگو، لاغر بگو، دکتر، عمله، میلیاردر، بازیگر، تهیه کننده، کارگردان، صدا بردار، فیلم بردار، تدارکات، خبرنگار، آدمی زد، حالا هم که دیف منو میگی این دل من میگه این آقا لوبت عاشق واقعی، همین قشو زف کرده نشم مرا بکشته. اما بگم من برای اون چند تا شرط دارم. شرط؟ شرط؟ بدبخت شدم. اوی بس نسالی که مدرم. خدا مرا بچه نده، اگرم بده معلوم نشه دیو بشه، آدم بشه، چی بشه، خدا بدور. برای همینم اولین شرط من اینه که آقا لوبت سرپرستی نرگس جان پرورشگاه بگیره. لوبت جان بگو این نرگس کیه؟ آقا لوبت، لوبت جان این نرگس کیه؟ بابا یه دقیقه بگوش بیا بگو نرگس کیه؟ برو در باز کنم. آقا لوبت مگه تو نمیخوای دلبر خانم زنت بشه؟ میخوام متقابلن. پس بگو نرگس کیه؟ آقا رفو یک دو هفت هفت. نرگس دختر کوچولویی بود که از پرورشگاه آورده بودن است که تو فیلم ما بازی کنه. داشتم میگفتم ولی اون هانی میذاره کسی به نرگس نگاه چپ بکنه، چشمشو از کاسه در میاره. اختصاص ها بیجا میکنه. جواد کی هست هانی خانم؟ نرگس هر روز با یه خانمی که اسمش هانیه بود میومد سر صحنه. آفرین بودو بیا. جانم خسته نباشی، ببینم خستت که نکردن، میکشمشون اذیتت کنم. خدا به تو یه های ها یه هانی میگم یه هانی میشوی مخصوصا هانی آسمون قرنبه. پس نشونی درست اومدم، سر بزنگا که میگن همینجا. عجیبا غریبا اسمشو بیاری انگار موش آچیل زدی. هانی خانوم احتمالا اینجا را از کجا پیدا کرد؟ باز سوال اضافه. بدبخت شدم، سر فیلم برداریم همین جوریه، زهره همه رو آب میکرد. نرگس کجاست؟ سلام، ما هم داریم دنبالش میگیم. علیک سلام، از شما پرسیدم؟ نه. کجا بردیش؟ گفتم کجاست؟ کجا بردیش؟ خانم تمومش کنی لطفاً، این بند خدا روحش هم خبر نداره. چرا فکر میکنی من مثل چوب خوش فهمیستم شما خرتون هر جوری میخواییم ببرین؟ بیا بزن آقا معلم، من تمام بچگیم روزی 100 تا از این ترکیه ها خوردم، منو نترسون. نه من که کاملا منظورم این نبود که. کجا بردیش؟ من خدا دیروزم که اومدم پرورشگاه دیگه ندیدمش، مثلا عروسک رو بردم یادت نیزی اتفاقا. آنی اینجون چه با غذا آقا دولت عروسکه، برای منم عروسک داره. آنیه جان یه دقیقه بیا دفتر من کاری دارم. باشه چشم. Mm-hmm.
از همون موقع ندیدمش. نرگس کاریه که شده. برای اینکه بتونیم نرگس رو پیدا بکنی باید همه عقلامون رو بذاریم رو هم. اجازه آقا، ما دو تا هم باید عقلامون رو بذاریم رو هم دیگه. نه، شما باید آقا لوبت رو برای بابا شدن آماده بکنی. چطوری؟ دومین شرطم اینه که باسواد بشه که بتونه تو درس و مشق بچه رو کمک بکنه. کار در اومد. این دفعه دیگه واقعا بدبخت شدی. لوبت بدبخت ریشش گروه پیدا شدن نرگس. کس و کار نداره این بچه؟ چرا؟ یه ناپدری داره. بعیدم نیست کارمون باشه. این آخریا خیلی چشش دنبال دستمزد بازی نرگس بود. شما همچین جزشو میزدین که من فکر کردم خواهرتونه. من همش 13-14 سالم بردنم اون پرورشگاه. اونقدر بلا سرم آورده بودن که دیگه تارک دنیا شده بودن. تا اینکه سرکله این بروجک پیدا شد. از وقتی نرگس اومد. ببخشید من الان میام خدمتتون. آقا رعوف من باز میکنم، شما بفرمایید. میدونید چقدر دوست دارم؟ میدونید چقدر دارم برای تنگ شده؟ یادت دوتایی با هم میخوندیم فاصلم یه دنگ از دلم برات یه دنگ است. اتفاقا چقدر از این شعر خوشم میاد. همیشه وقتی از کسی که دوستش دارم میفتم شعر رو زمزمه میکنم. همیشه فاصله ها منو میترسونن. فاصله ها همیشگی نیستن، درست میشن. با هم درستشون میکنیم با کمک هم. زندگی با هم هایی داره. آقا اجازه چی؟ اجازه تو میخوای؟ ما دیگر میکنم برو بگو چشم دیگه. برو بچه ما دو برو دیگه. مامان تو رو خدا بیا جمع کن بریم پس زدیگه. کجا بریم بریم؟ من تازه اومدم موچه به صلیبی معرفت رو گرفتن. سیاه باش. آب میخواییم کمی؟ آب بخورین گلوتون تازه بشه. عشقاتون رو پاک کنین تا من آب خنک بیارم. هانی خان سلام خاله. سلام و زهر انار. بشکنه این دست که نمک نداره. اینقدر بودی ها کهنفی شدم زحمت تو کشیدم. بگید خاله چه علی رضا این بود دست مزد خواهر من و من بدبخت. آره ای خواهر الهی فداد بشم. کجایی؟ کجایی که ببینی مار تو آتین پرورونی؟ چی شده؟ چه خبر آرام؟ خاله هستم. عجب مار مولکیه این دختره. تا حالا جون دلم و جون دلم بود. حالا شد آقا رعوف. حالا این دختر منو ببین. حواست باشه با کی دل میدی و قلبه میگیری. چی میگه خانم دلت خوشه؟ نه هانی خانم سوء تفاهم شده. هانی خانم سوء تفاهم شده. دنبالش. برو دنبالش خاله. خب نه بوتره یه باقه. هانی خانم. خاله جان شما ماشاءالله فرصت نمیدی من حرف بزنم توضیح بدم خدمتتون که تو چرا الان آقا رفو فهمیدم فهمیدم کاری کی بوده موقع کن نه 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 آقا لوبت خالم هستن خالی 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 سلام خاله موقع کن چی میگی الان؟ همون ماشین است که نرگس خانم رو باش بردن. خودم دیدم مؤکدن. آقا دو ساعت درس رو تعطیل کرده اینو کشیده. شما الان باید بری سر درست. زودم بخوابی چون صبح باید بری سر فیلم برداری. خب؟ آقا رفو بازم خجالت آور شما شدم مجافر. نه آقا این چه حرفی؟ این خاله من همینجوری اخلاقش. جانم الو جانم خودتی؟ ای شمایی مامان جان داشتم خوابتون رو میدیدم. چرا گریه میکنی مادر من؟ الان خالینا بیدار میشن اینجوری. با اون افتضایی که تو کاشتی آفتاب نزده بارو بندرشون رو بستن رفتن ترمینال. کی بود علی رضا؟ کی بود اون دختره؟ به هوای کار پا میشی میری مرد مادر من دختر چرا؟
آقا چرا نمیان این لوبت رو برداریم ببرینش؟ بیاییم ببینیم باز چه افتضایی درست کرده. ببین آقا اگه شما هم اینجوری درس میخوندین الان این مملکت پر دانشمند بودا. این آقا لوبت تو هرچی نمره قبولی بگیری تو دیکته تجدید. منم نوشته آقا رفوف. پس دست خط دیوا این شکلی لوبت. آقای لوبت سلام. سلام. پاشو باید بری سر فیلم برداری. برشو دلبر خانوم مخصومو دید بهم بیستا. لوبت لوبت بوش دوش. آقا لوبت یه دقیقه بلند شو ببین ماشینی که نرگس و برد از اینا بود مینی بوس بود کو کجا کی چی روبرو رو نگاه کن اینجا اتوبوس بود اتوبوس کوچیک نارنجکی احیانن اینجا فیلم برداری میکردیم تقریبا تابه من کنچیه کجا میری لوبت؟ برگوریت برم تابه عزیز من دلم برای تنگ شده بود یاده که تو مزید چقدر تاب بازی میکردیم یه تاب بازی بازی اوخ ای بابا آقا سلام سلام باش بینم سالمی چه عجب تو برگشتی اول صدر سوه؟ من اون نیستم دیگه با سواد دال شدم آقا رفو آقا جوانه ها دقیقا سلام سلام بزر مادر خیلی شما رو دوست دارم خیلی سلام برسیم بیا بیا فیلم برداری به نسیم بیا اونجا بیا دیگه باخچه هست اینجا لو بدن اونجا نگاه خانوم رهنما خانوم رهنما غالبا سلام لو سلام خانم رهنما خوشحالم میبینم سلام کجا بودی تو همه از دست تصبانیم بود و برو من مادرم چقدر شما رو دوست دارم بیا بگیر آقای نادری با سواددار شدم یه فیلمنامه بدید بخونم احتیاطاً تو کدوم گوری رفتی بی خبر؟ ها؟ وایسا وایسا کاره دارم وایسا برد میگم تو کی میخوای آدم بشی؟ ولی چی من آدم بشم؟ عروسک بهتره که ولی آقا چی؟ نرگس چی؟ نرگس کدوم گوریه؟ نرگس کدوم گوریه؟ شما کدوم گوری بودین وقتی بردنش؟ بله؟ گفتی میبرین سر فیلم واسه روحیش خوبه معروف میشه، ال میشه، بل میشه اصلا ازش خبر دارین؟ میدونین گم شده؟ گم شده؟ گم شده؟ مگه تقصیر ماست که گم شده؟ نه خیر، همیشه همه چی تقصیر دیگرانه. پیداش کنم پشت گوشتون رو دیدین نرگس هم میبینی. بله آقا، چشم. امروز از اون روزاست. عزیزم، به خدا ما هممون جونمون واسه نرگس در میره. ولی این وسط الان رفتار تو هم قشنگ نیست. بله خانم رهنما، قشنگ نیست. اما اینم اصلا خوب نیست که هیچکی اهمیت نمیدی دختر بچه معصوم گم شده. ببخشید با اجازه هانی خانم الان اول صبح یقدر عصبانی نباشید خودم خوبه بعد خودمو میدونم خانم نافه هانی خانم برید سکانس بشکه رو آماده کنید اونو بگیریم دوباره دیگه حالا کجا داریم میرین با این عصبانیت نمیدونین دارم میرم دنبال نرگس اجازه بدین منم باهاتون نه آقا جون لازم نکرده باز آبروزی راه میندازید هانی خانم به خدا سوء تفاهم شد آقا جون اون دیو عروسکی یه چیزی بهش میگه یه چیز دیگه میفهمه شما که نه سلامتی آدمی که گفتم نمیام یعنی نمیام به خاطر نرگس به خاطر نرگس لوبت بیا بالا ببینم تو رفتی تو بشکه قایم شدی همونجا خوابت برده رامبوت خیال میکنه پولا تو بشکه است میاد بالا سر تو یهو میای بالا تا اینجاشو میگیریم بقیهشو بعدم بهت میگم فهمیدی نه خانم نافذ این حالیش میخوام 17-31 حرکت لوبت بیا بالا ای بابا آخه چه وضعی آخه خانم نافذی
بله آقا، بله، حله. لعبت لعبت آقا، لعبت. باز گرفتی خوابیدی؟ میگم باز گرفتی خوابیدی؟ این همه آدم علاف تو هم گرفتی خوابیدی؟ ببخشید آقا، خانوما دوباره میگیریم احتمالاً. 17-3-2 حرکت. لعبت بیا بالا، لعبت بیا بالا، لعبت بیا بالا. کات کات. 17-3-8 این تنها نشونی که از نرگس تو پروندش بود فکر کنم همین جا هست. اینجا. بله، فرمایش. سلام، مزاحم شدی. منزل آقا صفتر اینجا؟ اینجا نه صفتر داریم نه کفتر. چی عمو؟ به تو چه بازمجه؟ گم شو برو تو. آقا نشونی اینجا رو دادن. دادن که دادن، نداریم، اینجا نیست. دیرو آقا سفتر با این دفتر کچیکه اینجا بود. یه شماره بدین ردشونو گرفتم خبرتون میکنم. 17-3-71 حرکت. آقای نادری برداشت 71 برم کنینه؟ بس دیگه یه کاریش بکنین آقا. شما نگه نماز درستش میکنیم عشقم. آقا یا جای ایشونه اینجا یا جای من. رامبوت عشقم، یکی این لعبت بخونه تو مشکل تکرار میکنیم. دستش آقای نادری. به زحمت افتادیم. نه خیر، خواهش میکنم. یه نقطه اضافی، یه غلط 19 رحمت. ایشالله پیداش میکنی. پس پسر زنگ زد خبر بدی. اگه به شما زنگ زد شما هم خبر بدی. خداحافظ. آقای نادری کارگردانمون بوده. خدا بد نده. کار خدا نیست. این دیوی که صبح آوردین این بلار سرش آوردین. دو بد؟ دو بد؟ چیه وضعیت؟ دو بد؟ بلند شما بریم دنبال شرط سوم. شرط سوم؟ میخوام وقتی میره مدرسه دنبال نرگس هم کلاسی ها اگه بچم از قیافش وحشت نکنه. شرط سومم اینه که آدمی زاد بشه. آقا مزاحم شدیم. خدا پسش. آقا داشته باش که کار در اومده. پدرم که در اومده بود. بذار کارم هم در بیاد. باز دیگه چی شده؟ اما فرزاد تو خمیر این روبت چی ریخته که شده این ریختی؟ سه همه مونی کرده. براری که هست. خوش حواسم که دیگه حتما نداره. الان که دیگه دستش گنده شده. من قرار نبود یکی دیگه بسازی واسمو. با دستش چپ نمیتونم مخش بنویسم. حالا برات درستش میکنم. خب سر فیلم برداری میخوابی ها؟ از بس مخش مینویسن صحبا. خب من این الان که بذارم اینجا یه تق صدا میده بعد دیگه میتونی باش مخش بنویسی. یه ذره قلقلکت میده. حجی مجی لا ترد. آخه خب
حالا دستت تکون بده. حالا میتونم هیتا تو مست بنویسم مجددا. ببین بهت چی میگم، من تا فردا صبح باید هم اینو درست کنم هم از تو یک دوماد خوشتیپ بسازم. گوشه تنگی نسبتن عروس تنگی نسبتن بوده بوده مبارک باد و سلام با ای یه وقت به سرت نزنه بخوای بری خواستگاری دلبر خانوما، چشم تو از کاسه در میارم اینجوری به طور مثال باری به الجر. چی کار داری میکنی؟ چی کار داری اون بدبختو؟ بدبخته باید از فردا بره سر فیلم برداری احتمالاً. من شنیدم اونایی که سر فیلم برداری بودن از دست تو بدبخت شدن. گچ نداریم متقابلن. حالا یه امشبو بگی بخواب بذار من بدبختر از اینی که هستم نشم. خوابم نمیاد، میخوام مقل بنویسم قبلا. بیا این لباسا رو عوض کن، اون لباسا رو بعد بدم به اون یکی عروسکه. بعدم اینجا هر چیزی که واسه مشق نوشتن بخوای هست، تا دلت میخواد مشق. کجا مشق بنویسم؟ هر جایی که دلت میخواد مشق بنویس. بذار من برم درو. سلام. سلام، باز اینجا چی کار میکنی؟ همون فرزاد شیمانیو، این چی آخه؟ چی رو میگی؟ این چه افتضاحیه، این نگاه بکن آخه. چی رو؟ مرزاد عزیز، هم چایی شیرین هم قهوه تلخ. دستتو بکش کنار. قربون دست پنجر، چقدر شیرین در اومده این پدر سوخته. تازه این نصفه است، درسته شون اتاقه. سر فیلم برداری همه رو آسی کرده، دارم اینو جای اون درست میکنم. چه بلا، میشه ببینمش؟ حتما. لوبت بیا اینجا، مهمون من میخواد ببینته. وقت ندارم، کار دارم عملا. اوه چای کلاس. که کار داری ها؟ رفتی اون بالا چی کار؟ مخ می نویسم عموما. یه بوس بدم ببینم. بی کلاس. عروسک رو با سین می نویسن یا با شاد؟ آقا فرزاد با سین دستدار می نویسم. بیا پایین بچه. حالا شد، حالا یه کیس بده کیوتی. سلام کاکو فرزاد. کیه؟ چی تو من نمیشناسی؟ خودت نشون بده ببینم. پور شیرازیم، جوادش رو یک قرون دوزار جمع کردن برای پیش خرید آپارتمان فسقلی. بعد از دو سال این ورن ورد زدن، یارو با شریکش کلامو برداشت. خلاصه آقا افسرده شدم. یه خدا بی خبری اومد گفت این پیکانور بفروش، بذار تو کار خوانندگی. خلاصه نه خواننده شدم نه خونه دار، ولی این ورزشو رو حساب ادامه دادم. تو باشگاه همش این کلا رو صفر میچسبیدم، کسی ورش نداره. حالا که این همه کلا تو برداشتن، این کلای تو رو من وردارم واسه یکی از این عروسکام لازم میشه. کاکو این چقدر وحشتناک، اینا چی درست میکنه؟ خب ببینم. کلای سوراخه. راستی نگفتی چرا ما رو اندازه گرفتی؟ سلام، چه خبر؟ سلام، خبرهای خوب. اه؟ چه خوب؟ پسر زنگ زد نشونی یه باقی رو داد. چه خوب. شما میان یا تنها برم؟ چه خوب، من میام، من با تو میام. داشتم میرفتم الان پیش آقا فرزاد که لعبت از داشت تحویل بگیرم، اینجوری با هم میریم. چه بد، دیر میشه که. خب نه خیلی طولش نمیدیم، ورش میداریم و میریم. پس زودتر بیان. باشه. چه خوب. چه خوب؟ اینکه امروز خوش اخلاقید. آقا فرزاد دستت درد نکنه. نمیخوام. ولی یه جوریه آقا، ابرو بچه مردم نذار، با اون یکی مو نمیزنه. برو 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 به کار برس. بلم کن. لوبت جان بیا بریم، قربونت برم. لوبت بیا بریم. بابا چیه بابا جان؟ بیا با هم بریم. وقتی ساختیم فکر کردم تا فوراور دوتایی با هم زندگی کنیم توگیدر. نمیدونستم جدایی اینقدر نزدیکه. زندگی تو همون فیلمه. حالا برو به کارت برس، برو. وا چه خشن، کاش یکم فشن. خیالت راحت باشه، میام بهت سر میزنم ها. برو من خوابم میاد، دیشب به خاطر تو اون یکی تا صبح نخوابید. آخه اینو کی از من کش رفتی؟ آخه خوشگل بود. I love it. حالا برو سر فیلم برداری منتظرتم. ببرش بابا جان، ببرش. نمیخوام، نمیخوام. برو بابا جان، برو. نمیخوام. بیا تو ما رو ول کن دیگه. نمیخوام. ای بابا بیا.
بریم دیگه تو کشتی. سلام استاد. نوبت تازه است. پلیز هلپ می. این شاداماد ما چه خبر ازش؟ آماده است مثل شاخ شمشاد. دو تایی بیاین تو، سه تایی برین. بفرمایید. دست شما درد نکنه. رونما بده شادومات رو ببین. من چیزی ندارم که قابل هنر شما باشه استاد. خوش آمدید، خوش آمدید. خدا دست شما درد نکنه. خداحافظ استاد. خداحافظ. مواظبش باشید. دو سه ساعت باش کاری نداشته باشید. تازه تمومش کردم. هلو آقای کارگردان، با پوزش، اسم شریفتون؟ نادریم، نادری. آقای نادریم، نادری. من دیگه اون لعبت دیروز نیستم. ببین، هر کسی باش، فقط درست بازی کن. دو روز مثل آدم کار کنی، کار تموم میشه. مثل آدم کار کنم؟ نه، همون عروسک. اکسلنت. اسکلت؟ خانم نافذ، خانم نافذ، بیا اینو وردار ببن، من دارم مت می‌نویسم. وا چه خشن. 17-3-72 حرکت. سلام، با چرا داده فریادی داره انداخته که با هم دوست باشیم فرنشی؟ ای بابا بگم کن تو هم بابا بذار ماچو به یاد بدم. نمیخوام عرضه نمیخوام. آقا جان چه کچل با مزه اترکتیو. اصلا من خوردم بودم. آی آقای نادری، 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 آقای نادری، چی شده؟ بابا یک عکم چطور بود؟ خوب بود؟ پرفکت. شما معلم چیه بچه هم؟ من معلم جهنمیم. چی؟ هر معلمی که نمیاد میگن جهنم، رعوف بره سرکه. ماشینی که آقا لوبت گفت نرگس رو باش بردن. یعنی ممکنه این تو باشه؟ هانی جون اومدی؟ ببینم نسا زاخسی های کیه چوخ میزدی؟ چوخ نه، چوب منظورتونی. من داشتم رد میشدم از اینجا. خواستم اومدی هواخوری گوساله یا سر ننه بزرگت اینجا چاله؟ نه نه، من عرضم خدمتون که میخواستم ببینم که منظره این باغ از بالای این پلاس چیه. بیا ببینم. من خدمتون هستم. آی ناصر برو Hoş geldin. 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 Hoş ge
دوست وای این نردستو رو کجا بردی؟ وای سیم ببین ککو از چی خیال کردی؟ در میبندی؟ منم از درو میرم بالو جوری دو ساعت نبودم آ ببین تو با این ناصر و غلام مرده چه گندی زدی؟ ککو بازشو کن تو دیگه کی هستی جغله؟ لوبتا کاکو لوبا اینجا چه غلطی میکنی؟ ها؟ اوخه کاکو بسی کلن خیلی داغه خود توی حقچه خود خونکتی والا خیلی چه خیال کردی؟ اوخ 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 بفرمایید هانی خانم نون داغ کباب چاق نوشه جان نرگس رو میخوایی چیکار کنی؟ حالا هم هنوز نمیدونم میترسم برامش پرورش که باز ناپدرش بیاد سر وقتش مگه میتونه؟ بالاخره سرپرستشه هر وقت تو زندونیست همین هاشو هم میکنه فیلم برداری چی میشه؟ دیگه نمیذارم بره مدیر پرورشگاهم طرف من گفتیم پرورشگاه میشه امروز بریم پیش مدیر پرورشگاه اونجا برای چی؟ نه نه براق نشین هانی خانم میخوام که صحبت بکنم که سرپرستی نرگس رو بدن به دلبر و لعبت هانی جون منو میگین؟ مگه ما چند تا نرگس داریم؟ برای خودتونم کباب میگرفتی؟ بفرمایین پس میشه بریم؟ میشه؟ نمیشه شما خودتون همیشه میگفتین کار نشد نداره بله آخه کدوم آدم عاقلی سرپرستی یه بچه رو میده به دوتا عروسک که من دومش باشم ها؟ شما اولیش باشین بله هانی یه جا من تعجب میکنم چطور با همچین چیزی موافقی؟ من از آدمیزاد جماعت خیلی به هم نرسیده گفتم شاید از این دوتا عروسک خیلی به این بچه برسه ببخشید بله سلام آقا آریا تویی؟ سلام دلبر خانم و بابابزرگ رفتن سوغاتی بخرن برگردن را میفتیم به سمت تهران آریا اوضاع ما اینجا خیلی خیته وقتی رسیدین سریع ببریمش سرشون برداری یهو نیاریمش مدرسه ها باشه میبریمش همونجا ولی اگه دلبر خانم پرسید چی بهش بگم ببین نمیخواد به دلبر خانم بگم من چرا نمیخواد به من بگه سلام عرض شده نه اینکه آقا لوبت چقدر زود با سواد شدن ماشاءالله قدرت خدا چه حافظه اینقدر برای من زبان نریز آقای معلم اگر همه شرطای من مو به مو انجام نشه عروسی بی عروسی همین
خانم مرتضوی هیچ جوری نمیشه نه خیر آقا اصلا امکان نداره دیگه هم تکرار نکنید خواهش میکنم من کار دارم باید برم هانی جونجونی چیه بازگول مالیه؟ هانی جون امشب به این مدرسه؟ من مدرسه خونه خاله است البته تا وقتی که آقا مدیر نیست بله مدرسه خونه خاله است البته اینجوری بهتره یه وقت نه سراغ نرگس پس ما باید مسائلمون رو جمع کنیم لوبت جان بلند شو بریم لوبت جان بلند شو لوبت لوبت جان تو چی رنگ خوابت سنگینه من لوبت بلند شو لوبت بلند شو اوی آیا آسسون آیا آسی بای آیا آیا باشه ککو آنو بلند شو دیگه من تا حالا مدرسه رو ندیدم من میخوام بلند شم این بلنده اخ چقدر خوابم میاد آقا جواد مهمونه اومده اینم گل سرسبدشون نرگس خانومه که خوابه بیدارم و... سلام تو بیداری موش کوچولو ما از کتکول افتادیم اوخ معذرت میخوام ببخشید کتکول افتاد آقا رئوف لوبت خوب است سلام آقا نرگس توی؟ کاکو جواد حالا دیگه منو نمیشناسی منم رفیق کاکو لوبتو برو بازو رو ببین لهجه چرا عوض شده کاکو بپر با جواد چیزی برای خوردن بگیریم یه روده کوچیکه داره روده بزرگه رو آره نمیخواد چام ما خب پس اگه اجازه بدی من یه سری به مادر من بزنم اگه چیز لازم داشتی بچه ها بخرم چشم ببینیم ببین کی اومده آقا جون کی آقا کیه؟ این آلوبته که آدمی زاد شده مامان؟ 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 مادر من؟ مادر من؟ گوشیتم که خاموشه الانم من مدرسم تو خونه شدیم این جن و بسم الله مدرسه برای چی رفتی شما؟ اومدم چش تو چش بهت بگم لیاقت نداری از قدیم میگفتن خلایق هرچی لایق آخه علی رضا برای شروع نکن مادر من شروع نکنم تموم شد بله خاله به شما زنگ زده که منصور به یه خواستگار دیگهش بله رو گفته پسره ماشاءالله انقدر تر و فرزه انقدر تر و فرزه دو رو دیگه عقدشونه دو هفته دیگه هم عروسیشون من امیدوارم که سال دیگه بچه‌شون هم بره دانشگاه خاک بر که چی بگم آخ مامان الان میام خونه پسر خود سر الو مادر من مادر من مادر من مادر من چو یاری و یاور من سلام شما خاله آقا رعوفین؟ سلام خانوم خانوما کارت هر روزه؟ محیطتون زنونه است؟ محیطمون بچه گونه است من مربی پرورشگاهم آها چند وقتی با علیرضا آشنا شدیم؟ علیرضا؟ آقای رعوف هیچی تازه آشنا شدیم دوستی طولانی خوب نیست آفته من به قسمت خیلی معتقدم منم با آزادی عمل آدم ها دست چپتو بده ها؟ بده
وای چه اندازه دستته. جوانای امروز دوست دارن خودشون شریک زندگیشون رو انتخاب کنن، ولی مادر جون هر کاری رسم و رسومی داره. ولی من شام شام حالا شام 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 معلومه خیلی به دست باخت مامانی خانوم ما میذارینا. خب من غیر از دست باخت مامانم که تا حالا علی رضا مامان مادر مرده، سلیقتم که خوبه. شما چرا نرفتین هنوز؟ فکر کردی ولت میکنم به امان خدا؟ هیچ خوب نیست دختر مردم و قبل از عقد و عروسی برداری بیاری اینجا. عروسی چی؟ عقد چی؟ بچه ها نگو اینا رو بچی. بابا مردم چی میگن؟ یه چند روزی صبر میکردی تا براتون عروسی بگیرن. بچه ها نگی. باباتم خاک براش خبر نبره همین جوری بود، همه کاراش زیر زیرکی بود. تا با پیغون پسخون بله رو از من نگره، به مادرش لام تا کام چیزی نگو. ایو باباش هم همین جوری بود. جب اول که اومد خونه ما همین جوری لغمه دلوش گیر کرد. قربونش برم. فکرم که هم زخمه داری وجود داشته باشه. هرگز چونی شما برو که ما میشه. ببین آقا رو تلنشم واسه خاطر اینکه تو پیدا کردن نرگس کمکم کردین. لطف دارین خواهش میکنم. احترام شما و مادرتون رو نگه داشتم، وگرنه هیچ از این نونوربازی ها خوشم نمیاد. اگه نمیتونین این وضع جمعش کنین بگین، جالو پلاس هم رو جمع میکنم میرم توی خراب شده ای دیگه ای. بله حق با شماست چشم. همین رو میخواستم بشنم. آخش اوشم. بفرمایید جون. ها اگه چای زیاد نمیخوردی باور نمیکردم یه نوبت دیگه. من که گفتم بهت که didn't I. سلامت باشی. دار شکر بالاخره رسیدی. اسکر آقا بیا با این گل پسر صندوق آقا بخالی بکن، این سوغاتی ها رو ببر داخل. که که دلوه خانم الان میبرن. خب آقا بزرگ خیلی زمد دادم. خواهش میکنم وظیفه من بود. نشد خدمت شما باشم. این مرغ ترشی، ماهی شکمپوری، وزن برونه بالاخره. حالا اونجا نشد اینجا. تو عروس بشو و من همه رو درست میکنم. تو رو پاکوشا میکنم دی. داره پیری مارک گیری. جوان مرک شده تو که از دختره این من جوان تری که. پسرم. تلفنت خیلی طول میکشه؟ اگه از طلاق و برداره خیلی معمولن. شما مادر آقا رفوفی غالبن. علی رضا! بلی رضا! علی رضا! علی رضا! علی رضا! علی رضا! چیه مادر من چی شد؟ یه چیزی اونجا بود. چی؟ یه چیزی بود. عجب مطر بود. چی بود؟ بینما خالت هزیون نمیگفت. اینجا بود. اینا همینجا بود. اصلا شما اینجا چی کار داشتی مادر من؟ بابا اومدم زنگ بزنم به خالت خبر خوشو بدم. خودم دیدمش. خیلی خوب. بیا بریم از خونه خبر خوشو بهش بده. همینجا بود بابا. باشه من فردا میام اینجا ببینمش. علیرضا اینجا یه چیزی وحشتناکی بود. سونیا باشه. مثلا واسه نه باور کن. دلم هلو پیری خد دیدن مادر آقا رفوف اختصاصت. چی بودو خانم؟ خلش مثل هندیه؟ خانم سیتا. نه بابا او که مسافر هم بود، دستیار کارگردان میگم. خانم نافه؟ انده بنویس. او خانم چی بود تو که زبانی بود؟
خانوم راد اهنده او آقا کی بود؟ او کی صدای نزدیک داشتی؟ اونی که میگی من نبودم مایشل سختسه این دیگه کجا بود؟ رفته بود گل بچینه فلاور تو که هنو هم روخت قفه یه سبقه داری اغلوبه خیلی هم دلت بخواد همین جوریچ هم کلی توی گروه هواخا پیدا کردم دو روز شمال بودم نرگس چی شد؟ سرپرستش گرفتی؟ Who is نرگس؟ مگه بیکارم واسه خودم درد سر درست کنم؟ مگر ما منتر تو بودم که ای پیغام پس قنفدی؟ هنده همه چی یادت برفت همه چی فراموش کدی مردی که یه نمه؟ با؟ الان تره نشانت بای اوه. چیزی که تو یاد گرفتی همون دو خرچه هست همین بلند گردو گرفت ببین دو خرچه ده کجا بود باش ببینو باش دوی باش کجا کجا بردی دو خرچه یه روزی آقا خرگوشه رفت پیش بچه موشه موشه پری تو سوراخ خرگوشه گفت شاخ سلام حاضرین چه خبر از خانم مرتضوی؟ سلام هیچی باش حرف زدم اما مرغش یه پا داره موندم امروز سر صحنه به دلبر خانم چی بگیم آریا خوبی؟ تو اینجا چیکار میکنی بچه؟ آقا ما رو خودتون نمیبرین تا تو زیرمون هم میکنی مثل اینکه ما دیشب عروس آوردیم آقای نادری هم نادری تموم نشد الان بازیگرا میان ای بابا لوبه جان یواشتر ای منو ننداز تو این دست اندازه عزیز من من دارم مینویسم هی دستم خط میخوره سلام خانم رحنما سلام سلام آقای نادری خدا بد نده چرا امرو نشستی؟ ببینی به چه روزی افتادم خوبید لطفا آقا لوبت لطفا شما همینجا بمونید آخه من دلم لک زده واسه دیدن دلبر خانم کاکو من میترسم که دلبر خانم وقتی شما رو میبینه از هیجان پس بیفت باشه ببین نادری جان ما امروز اومدیم اینجا تکلیفمون رو باهات روشن بکنیم سنگامون رو با بکنیم اصلا منظورمون این نیستش که با شما مشکلی داریم یا با کار ولی واقعا شرایط اون واسه ادامه همکاری مقدور نیست من خودم از امشب نمایشم دو اجرایه میشه تو قرارداد دارم که نوشتم منم میخوام برم فیلمنامه پیمان بسازم به خود همه چیمون ریخته بهم ببین اگه میخوای بری خانه سینما شرکت کنی میتونی چرا حالا انقدر خجالت اینجا خوش میگذره که دور هم تو گرد لعبت اجازه میدی چرا اینجوری شده شما که بهتر از همه میدونی من وضعیتم دیگه از همه بدتره تو این کار له شدم به شرف خودم به مردونگی لوبت قسم این کار رو امروز تموم میکنم چه جوری؟ بگه تای قصه رو عوض کرد همون موقعی که قرار شما با هم عروسی کنی به دلبر اصرار میکنید که زن لوبت بشه دلبر خانم هم موافقت میکنه و میگه من زن لوبت نمیشم دلبر خانم جون ببین من خودم شوهر دارم دختر بزرگ دارم ولی تا حالا تو فیلم ها الکی زن 100 نفر شدم واقعی که نبوده بگو تو رو خدا الکی باشه رسکی باشه من زن لوبت نمیشم دلبر خانم جون سحر خانم من 19 سالش بود رفتیم خواستگاریش به اندازه شما ناز نمیکرد بله بری پایین بیای من زن لوبت نمیشم خانم انصاف داشته باشین هر لحظه که رضایت نمیدین کلی خسارت بهمون میخوره ها خب بخوره خسارت و درد پدرم فدای سرم من زن لوبت نمیشم دلبر خانم میگیم سرعت حق طلاق هم بدم به شما هرچی بگی هرچی بدی من زن لوبت نمیشم دلبر خانم شما کار ما رو راه بندازین لطفاً ما جبران میکنیم این بله رو بفرمایید خواهش می‌کنم دلبر خانم جون به خاطر من به خاطر نرگس سکوت علامت رضاست آسو برو میوه بگیر آب میوه بگیر شیرینی بگیر که ان شاء الله امروز کار تمومه ان شاء الله سکانس پایانی 1-1 حرکت دست
کات 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 خوبه خوبه کات. دوشیزه مخدره مکرمه عاقله بالغه عالیجا سرکار خانم سارا ناجی، آیا بنده وکیلم؟ عروس رفته گل بچینه. ول کنید این حرفا رو. خانم محترم بله رو بگید تمومش کنید. بله، با اجازه بزرگترا و تشکر از حضور کلیه سروران. بله. همین کات، همون عالی بود. از ماه و گل زیباترین آری. لای 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 لای. سلام کوکو اشکر. شما؟ پارسال دوست، امسال آشنا. بابا منم کوکو لوبر. گرفتی ما رو؟ بلیم اون که بابا کار داریم. خودم هم به خدا اشکر. نگاه نکن قیافم عوض شده. ببین سیمین بری گل پیکری آری. از ما حبوزی با تری آری. پتری اینجایی داره سنه عروسی رو میگیرن. عروسی آقا جوان خانم رهنما، هم اون هم دلبر خانوم. بدبخت شدم. دلبر خانوم با کی؟ دوشیزه مخدره مکرمه عاقله بالغه عالی جا خانوم دلبر خانم عروسکیان، بنده وکیلم خانوم. نه زهر کات، آقا کات، چه خبره اینجا؟ بچه خونه میگرم اینجا چه خبره؟ اصلا اصلا این کیه داره سر صدا میکنه؟ آقا لعبت خودمونه دیگه. اگه این لعبت خودمونه پس این کیه؟ این لعبت علکیه، این لعبت راستکیه. آقا اینجا معلوم نیست چه خبره، این لعبت علکی و راستکی. خانم منو ببر جلو، خانم منو ببر جلو. برو کنار، برو کنار ببینم. منو ببر جلو. بجا بجا چرا سر صدا میکنی؟ بسر کارمو رو تموم کنی. میخواد کارتو تموم کنی؟ الان خودم کارتو تموم میکنم ککو. بابا ولی کن، نکنی این کارو. برو آب خونک بخور. اشقم چند خواب بیاریم این فیلم رو امروز باید تموم کنم. آقا داری خوب این دست و پاتون سالمه؟ پاشت ببینم. جا خواستیم جانشی نخواستی پاشت ببینم. نمیدونی خانم قراره زن من بشه؟ هانی تو با مهربونی هم بگی میفهمم. قربون بر و بازود برم. سویت هارت ایتروس ککو خطبه عقدو بخون. دوشیزه مخدره مکرمه عاقله بالغه عالی جا دلبر خانم عروسکیان، آیا بنده وکیلم خانم؟ بله. کات. آقا تموم شد، تموم شد، تموم شد، تموم شد، تموم شد. آقا نگیر عزیز من، دردسر میشه. نگیر آقا، یه جور میشه بشه. آقا آقا نادری، آقا نادری، آقا نادری، آقا که بحرانی شده ماجرا. آقا نادری چیزه مخدره عاقله باقله سرکار خانوم هانی خانوم وکیلم منده. چی گفتی؟ هانی جون عرسومات بازیه دیگه. برو با همسن و سال خودت بازی. بازی؟ ماشالله ماشالله، آقایی که همراهتونه خیلی مقبوله خانوم. برو بابا. اوش اوش بینجا ببینم هانی خانم. این چه
وای هانی خانوم هان دلبر خانوم چرا من حلم نمیشدی؟ من کوچیک شما لعبتم. تو لعبتی؟ پس چرا ریخت قیافت اینجوریه؟ خب واسه خاطر شما رفتم آدمی زاد شدم، تازه باسواد دارم شدم. آقا دیگه چی میخوای؟ بدین آدمی زاده به معنی باسواد دار باشی، تا سرپرستی نرگس جان نگرفته باشی من کاری با شما ندارم. بدبخت شدم ککو اوشو. لطفا سر جاتون بشینین، فیلم هنوز تموم نشده. آقا لوبت و دلبر خانوم نتونستن سرپرستی نرگس رو بگیرن، اون هنوز تو پرورشگاه زندگی میکنه. هانیه ازدواج کرده و هنوز تو همون پرورشگاه کار میکنه. دلبر خانوم بالاخره عروسی کرده و برگشته رک سر خونه زندگیش. حالا دیگه کمتر تو فیلم بازی میکنه و سرش با لوبت راستکی گرمه. خانم جان حبل چی بلم میسر؟ به خودت رحم نمیکنی؟ حداقل به اون بچه داخل شکمت رحم بکن. هر کاری که داشتی من خودم به شما کمک میکنم. اکو حرفوی میزنی و نمیدونی بچه یه ایمایشی روبروی امواج محترم شبکه کودک هستی. نوبت علکی حسابی مشغول شده، دائم عکسی تو مجله ها چاپ میشه و دم به دم باهات مصاحبه. به دعوت بنده پیاده و همکارای کاربلدم بله گفتم و به برنامه ما تشریف آوردم. بله بیشتر از این شما رو منتظر نمیذاریم. این شما و اینم آقا لوبت. قربون سکس ماه همتون. بزنه به نشانه محبت این شاخ گل و تقدیم مجری های کلاس و ناز برنامه مو بکنم و روی زیباشون رو ببوسم. حالا بوس بدیم روی زیباتون رو ببوسم. همین شاخ گل کافیه. میخوام روی ماهتون رو ببوسم. اجازه بدیم. برنامه زنده است. میخوام روی ماهتون رو ببوسم. برنامه زنده است رو آنتنین بشین دیگه. وا چقدر خشن. کاش یکم فشن. آقا رعوف هنوز معلم جهنمی همون مدرسه است. مثل امروز که معلم انشای کلاس پنجم نیومده و اون به جاش رفت سر کلاس. باری کلده بچه ها، خیلی انشای خوبی بود. حالا برای خودتون دست بزنید. حالا تحضیم کنید. خیلی عالی بود کارتون بچه ها. آفه آفه آفه. خیلی خوب بود بچه ها کارشون. جواد شیطونی نکنه. آقا دم به در با شما کار دارم. امو مشتلق بدی جونه مشتلق چی هست؟ به قول لوبت چیز بدیه به طور مثل. امو اولین دخترتون بچه هست. چی؟ نه 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 اولین بچه تون دختر. و فکر کنم این دخترمون بچه هست. دخمان بچه‌مون مبارکتون باشه انشالله. ممنون. نصب کردم دخترتون رو بگیرم برای پسر منصور جون انشالله. یه ماهی هم با هم اختلاف سن دارم. خوبه ماشالله. منم دیگه از کار فین اومدم بیرون. حالا تو مدرسه آقا رعوفینا کار میکنم. چه بهتر. بی خود میگم فیلم تموم شده و الو بلو جیم بله.